کار بکنه. اول دلیلش فقط این باشه. دوباره مثلا پی اچ پی آر چیزا میگه که مایگریشن مثلا کرییت پست مثلا تشش کرییت مقدار پست سه پست رو ایجاد میکنم جمعش کنم میشه و میام اینجا منتظر شد و پست رو بسازه و اینجا میگه رو میبنم و دوباره آیدی مقدار همون شکلی آب اسکیما بلوپرینت تیبل و اینجا هم دام دوباره دالر تیبل مقدار سری پستمون یه استرینگ داشته باشه مقدار تایتل و مقدارش مثلا 200 به صورت بای دیفالت هم میتونه مقدار خب ببینید پستامون رو میتونیم مقدار یونیک رو هم بزنیم چرا مثلا من نمیخوام اسم پستام یکی باشه مقدار یونیک رو که میذارید در واقع یعنی چی؟ یعنی چی باشه؟ یکسان نباشه این آیدی مثلا مقدار پست این رو هم گذاشتیم پس یونیک که میذارید یعنی که تکراری نباشه خب و در واقع مقدار تیبل مقدار بعدیش مثلا استرینگ از روی ایمیج و مقدارش مثلا باشه 100 دیفالت هم میتونید دارش بذارید مثلا یه آدرس عکسی رو بدید اینجا که داشته باشید مثلا پابلیک پس رو بهش بدید مثلا برگرد بگید اینجا بره توی فولدر به نام ایمیجز و بره اگه مثلا میخواید یه عکس به صورت بای دیفالت داشته باشه مثلا اینجا یه فولدر داره به نام دیفالت و یه اسمی داره مثلا به نام تست دات پی انج خب این رو مثلا دیفالت میتونه قرار بدید مقدار رو و داره تیبل ما نداریم همچون چیزی رو توی پابلیک پسمون اگه میره تو پابلیک دستور پابلیک اینجا پابلیک من اصلا ایمیجز دارم ولی فولدر به نام دیفالت ندارم میتونم بیام اینجا و فولدر به نام دیفالت رو بسازم و داخل فولدر دیفالت هم مثلا میرم عکسی به نام عکس که ندارم مثلا یه فایلی بسازم به نام test.png یه همچه چیز خب نداریم و بعدی مثلا ساختم بشه خب میام اینجا و دارم میسازمش یه همچه چیز اصلا هیچ اطلاعاتی توش نیست ولی همچه فرمتی رو ساختم که داشته باشم بشه خب بعدی در واقع بیاد بشه مقدار مثلا تکستم اطلاعاتم دستوری داریم به نام تکست تکست مثلا شما میخواید 6000 مثلا میشه خدای فکر کنم 65 کیلوبایت میشه 16000 خورده ای 65000 خورده ای 65 کیلوبایت یه اطلاعات خیلی زیادی رو میتونید توش قرار بدید خب اگه تکست به کار ببرید مثلا فرض کنم اسمش رو بنویسم بادی خب و دیگه ولش میکنم در واقع نمیم برایش بخواهم سایز مشخص بکنم میگم تکست 65 کیلو باید شما میتونید توش تست تکست قرار بدارم نمیدونم چند کاری که میشه دقیقی آدم نمیدونم چقدر میشه کاری که باشه و میتونید در واقع بیاید از دیفالت استفاده بکنید برگردید که مثلا مقدار به صورت بای دیفالت توش باشه یا دیگه همین مواردی که در واقع میتونه نالیبل باشه میتونید ازش استفاده بکنید و اینا مواردی بودش که کار کردن حالا برای میتونه خالی باشه و مقدار بعدی دالر تیبل در واقع مقدار بولین بیای برگردی میگه اکتیو یعنی تا این رو مدیر در واقع نزده باشه فعال نباشه ما اون صرف رو براش اونجا قرار میدیم به همین راحتی کامنت هم میتونید بذارید مثلا برگردی میگه که کامنت اکتیو بای اکتیو بشه به وسیله ادمین اکتیو باید خب اکتیو بش بکنه در واقع بیام اینجا و PHP Artisan Artisan Migrate رو بزنم میزنم و میبینی هیچ اروری نداره تو 3 ساله و ثانیه اومدش اجراش کرد و طبیعتا میام تو لارابل ویژوال و میبینم پست رو هم ایجاد کرده ID پست تایتل ایمیج بادی اکتیو اکتیو باید مین و کریت ادابتد استراکچر رو میزنم ایشون از به این شکل هستش آنساین هستش ورکر دیویز ایمیج ایشون به صورت بای دیفالت داره اشاره میکنه به همچین مسیری و حالا یه مقداری دیگه حالا ما اومدیم اینجا یه مقداری خواستیم قرارش بدم زمپ یک اشتی داکس یه همچین چیزی خب اصلا مقدار درستی هم نیست من یه چیزی رو توش انداختم قرار ازش استفاده بکنم بعدا مثلا اکتیوش مثلا به صورت بای دیفالت صفره اکتیو بای ادمین کریتد و آپدیتد خب به این شکل در واقع اومدم ازش
خروجی کرد چیزی رو قرار بده. خب اینو از این بره بیه دیگه خوب هم همینقدر رو فعلا یاد گرفتیم، بعدا میایم حالا هی پروژه رو که گسترش میدیم میتونیم بیایم اینجا و همه مقدار در واقع چیز هم یونیکه، در واقع تایتل مقدار اگر چینج رو بزنید باید اینجا مقدار یونیک رو با خودش داشته باشه اگر اشتباه نکنم. آها میبینید در واقع مقدار کلید نقره رو داره، یعنی که ایشون باید از ما یونیک باشه، یعنی مقدارش نمیتونه تکراری باشه. خب بریم کم کم دیگه دیتا ها رو بریزیم داخلشون. حالا من این دوتا رو در نه بریم یه مقدار چیزهای حرفه‌ای تر رو هم توی خود مایگریشن یاد بگیریم، سریع نریم تو قسمت بعدیش.